تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. خواست رئیس جمهور کرزی از ملا محمد عمر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری. تمرکز 85% حملات طالبان مسلح به شهر کابل در سال روان. و چاپ بانکنوت های جدید از سوی بانک مرکزی افغانستان. بنام خدا یکتا و مهربان، با عرض سلام. امروز سه‌شنبه 13 ماه حمل سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 2 ماه اپریل سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. رئیس جمهوری افغانستان از ملا محمد عمر رهبر طالبان خواسته است تا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد کند. این مقام نخست افغان میگوید مردم افغانستان خواهند توانست آزادانه با وی رای دهند. رئیس جمهوری افغانستان همچنان از غرب خواسته است تا استراتژیش در مورد مبارزه با تروریسم را تغییر بدهد. آقای کرزی خواستار نبرد در برابر لانه‌های تروریسم در پاکستان است. شرح بیشتر در گزارش از ظاهر قادری. پیکار در برابر لانه های توریسم در خاک پاکستان در این اواخر به یکی از خواست های عمده حکومت افغانستان بدل شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر در مصاحبه با روزنامه آلمانی زوید دویچه گفته است غرب در مبارزه با توریسم استراتژی مشخصی ندارد. این مقام نخست افغان میگوید مشکل اصلی موجودیت لانه های توریسم در خاک پاکستان است که کار در برابر آن تا اکنون انجام نشده است. غرب برای از بین بردن مناطقی که تروریست ها آنجا پنهان می شود کار نکرده است. اردوگاه های آموزشی آنها را از بین نبرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همچنان از کشورهای غربی خواسته است تا با حکومت و مردم افغانستان من حیث یک متحد رفتار کنند. ما می خواهیم که این روابط کارآمدتر باشد. ما می خواهیم که با ما مانند متحد رفتار کند و نه مانند یک شی. آقای کرزی در این مصاحبه به تکرار از طالبان دعوت کرده است که سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و در روند سیاسی سهم بگیرند. او گفت که ملا عمر رهبر طالبان می تواند در سال 2014 نامزد ریاست جمهوری شود. ملا عمر رهبر طالبان می تواند در سال 2014 نامزد ریاست جمهوری شود و به افغانها این امکان را بدهد که برای او یا علیه او رای دهند. دعوت رئیس جمهور افغانستان از رهبر طالبان برای نامزد کردن در انتخابات ریاست جمهوری در حال مطرح می شود که قطر آمادگیش را برای تسریع روند صلح افغانستان ابراز کرده است. از سوی هم رئیس جمهور کرزی می گوید سفر قطر برای تسریع روند صلح با اهمیت بوده است. آقای کرزی این مطلب را در نشست با اعضای شورای عالی صلح ابراز کرده. همچنان میگوید حکومت قطر برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان آماده هر نوع همکاری میباشد. قرار است امیر قطر در سفر رسمی به افغانستان بیاید. باز هم گزارش از ظاهر قادری. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان سفرش به قطر را برای آغاز روند صلح با اهمیت میداند. این مقام نخست افغانستان در نشست با هیئت رهبری شورای عالی صلح گفت امیر قطر از حمایت کشورش در جهت تسریع روند صلح اطمینان داده است. همزمان با این برخی از اعضای رهبری شورای عالی صلح نقش قطر را برای آغاز روند صلح در افغانستان با اهمیت می دانند. آنان می گویند قطر روابط خوبی با پاکستان دارد و طالبان نیز حاضر شده اند تا در قطر دفتر داشته باشند. که دیدیم رئیس جمهور از سفر خود راضی بود. یکانه کشوری با اعتبار در حوزه خلیج که تا هنوز سفر صورت نگرفته بود، این سفر وسط رئیس جمهور و امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی صورت گرفت و این سفر ممکن تکرارم شود. با این حال پاکستان که از عامیان اصلی طالبان در منطقه شناخته می شود، گفته شدن نقش کلیدی را در آغاز روند صلح دارد. اما حکومت افغانستان میگوید دیگر نیاز به حمایت پاکستان از روند صلح نیست. همزمان با این برخی از اعضای رهبری شورای عالی صلح افغانستان بر نقش پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره تاکید دارند.
ما با همکاری ملت پاکستان، علمای پاکستان و در نهایت حکومت پاکستان ما نه تنها که نفع نمی کنیم بلکه خواهانشان هستیم. این در حالی است که تا اکنون رهبران طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نشدند، اما میگویند آنان حاضرند با امریکا به میز مذاکره بنشینند. طالبان مسلح امسال 85% حملاتشان را بر شهر کابل متمرکز کردند. مقام های امنیتی افغان میگویند که از این برنامه های طالبان مسلح اطلاع دارند و برای مهار کردن آن تدابیر نیز در پیش گرفتند. این مقام ها میگویند نهادهای امنیتی برای هماهنگی بیشتر یک عملیات نظامی به نام عقاب را در سرتاسر کشور نیز آغاز کردند. شهر کابل در سال 1392 خورشیدی محور اصلی حملات طالبان مسلح خواهد بود. جنرال قدمشاه فرمانده فرقه 111 اردوی ملی میگوید که طالبان مسلح قصد دارند امسال 85% حملاتشان را بر شهر کابل متمرکز سازند. این فرمانده اردوی ملی میگوید طالبان در نظر دارند که به شمول برخی از نهادهای دولتی محلاتی را نیز هدف حملاتشان قرار دهند که رفت آمد مردم ملکی در آنها زیاد است. مخالفین یکی از اهداف اساسیشون تبلیغات و پروپاگاند تشکیل میده و بهترین زمینه ساز برای پروپاگاند و تبلیغاتشون کابل است و به خاطر کابل یکی از اهداف و هرشون از ارزش کابل که ارزش خاص برخوردار است مینن اهداف بزرگ کابل انتخاب کرده. مسئولان امنیتی در کابل نیز میگویند در مورد اهداف طالبان اطلاع دارند. به گفته این مسئولان برنامه حملات طالبان مسلح امسال به گونه ای است که بر علاوه نهادهای دولتی برخی نهادهای خصوصی را نیز هدف قرار دهند. به قطعات، قرارگاه نظامی، سفارتخانه‌های خارجی، قطعات و قرارگاه‌های پلیس ملی، قماندانی امنیه، قطعات مربوطشان که در کابل متمرکزند، اوزه‌های امنیتی پلیس، قطع واکنش پلیس در سروبی، قطع نظم عام در سروبی، مرکز تعلیمی پلیس در پارک‌های صنعتی کابل، قرارگاه‌های ادارت امنیت ملی و قطعات خاصش. این مقام ها همچنان میگویند که بخاطر از بین بردن مخالفان مسلح دولت، حکومت داری خوب و نیز زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، عملیات نظامی عقاب را در سرتاسر کشور را اندازی کردند. ادامه خبرها از کشور. وزارت امور داخله میگوید که روند توزیع تذکره های برقی در سطح کشور تا ماه قوس آغاز میگردد و تا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری پیشرو 14 میلیون شهروند افغانستان دارای تذکره برقی خواهند بود. مقام ها در این وزارت همچنان از ملا عمر رهبر گروه طالبان خواست که در این روند سهم گیرد و امنیت جانیش را نیروهای امنیتی افغان تامین میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش. مجلس سنا مقام های وزارت امور داخله را برای روشنی انداختن در مورد روند تذکره های برقی و مجلس عمومی فراخواند. مقام های وزارت امور داخله می گویند که این تذکره ها با معیارهای جهانی ساخته شدند و هیچ کسی توان جلب و تقلب آن را ندارد. این مقام ها می گویند که توزیع تذکره های برقی یک روند ملی است و حتی ملا عمر رهبر گروه طالبان هم می تواند در این روند سهم گیرد. این روزه اپوزیسیون و موافق و مخالف طالب نمی خواهد. هر کسی که تابع افغانستان است اگر بالا آمد مرا خون بخواه بیا تذکیره بگیره با هرش تذکیره بیتیم و یه هم تصمیم میکنیم که در وقتی میاد تذکیره میگیره اجیداری امنیتی رو تقییم نکنیم. معین امنیتی وزارت امور داخله میگوید تا 8 ماه دیگر روند توزیع این تذکره ها در سرتاسر افغانستان آغاز خواهد شد. حتی مراکز توزیع در مناطق ناامن نیز باز خواهد بود. این مقام ها از مخالفان مسلح دولت میخواهند که در این روند همکاری کنند. در ولسوالی ناامن یا ولایت ناامن نداره، ما در امن و ناامن کلش ایجاد میکنیم. این پروسه یک پروسه ملی هست. اگر هر کسی که در این وطن رئیس جمهور باشد اتباع افغانستان تذکیره به کار داره، این پروسه را باید بسیار با دلگرمی استقبال بکنند و این را متأثر نسازند و این را تابع یک پروسه سیاسی نگیرند و این را کمک بکنند. از سوی هم رئیس مجلس سنا از برخی مشکل های فنی در تذکره های برقی انتقاد می کند و می گوید تا زمانی که این مشکل ها برطرف نشود وزارت امور داخله روند توزیع را آغاز نکند. تاسو به خودش رو جوړ کړئ. دغه څنګه یو وخت راځي د هغه سره څنګه چې بعضی نور ډیر خو بیا پټ شي نه دي چې د دفرات دی ګولان دی حتی بعضی ټاپو ته دوه ګوري سره د نور ملګرو د سمبول طرف ته ورشي مثلا د یو د انګلیسي څنګه یو څه دي چې تقریبا ورته د امریکا ته به ورشي شاید ته په امریکا یې. اما رئیس توزیع تذکره های برقی تاکید می کند که در این تذکره ها هیچ گونه مشکلی دیده نمی شود. هیچ چیزی را که دیگه شما می بینید
از بیرون گرفته نشده، سرها داد بیرون افغانستان گرفته نشده. یک نفر خارجی در این سهم نداره، یک نفر. مقام ها در وزارت امور داخله میگویند قرار است تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در سال 1393 خورشیدی برای 14 میلیون نفر تذکره های برقی توزیع شود و گفته این مقام ها برای راه اندازی این روند 3300 افسر پلیس آموزش دیدند که در کنار آنان به 5000 کارمند دیگر نیز نیاز دارند.